جنایت بی‌دقت، تازه‌ترین اثر شهرام مکری از سوی انجمن فیلم آمریکا در پایتخت این کشور به نمایش درآمد. فیلمی که درباره یک اتفاق تاریخی، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان است. سینمایی که در شامگاه 28 مرداد 1357 با تماشاگرانش که به تماشای فیلم گوزن‌ها نشسته بودند، آتش گرفت و سوخت. مربوط به فیلمی که قراره نشون بدیم، داستان مربوط به اونه. دنیس بارتوک، پخش کننده جنایت بی‌دقت در آمریکا، میگوید شهرام مکری او را به یاد جریان سینما در دهه 1960 میاندازد. فیلم ساختاری عالی و جاه طلبانه داره. خیلی وقت بود فیلمی به این شکل ندیده بودم. من به عنوان تهیه کننده و پخش کننده فیلم هزاران فیلم دیدم، اما جنایت بی‌دقت نفسگیر بود. فیلم مثل صفحه شطرنجی که یکی یکی چیده شده باشه. اگر از بالا به صفحه شطرنج نگاه کنی، به نظر میرسه که هر بخش فیلم درست در جایگاه خودش در یک زمان و مکان مشخصی قرار گرفته، که خیلی جالبه. اما راستش رو بخواید، با وجود اینکه چندین بار با شهرام هم صحبت کردم، هنوز نفهمیدم اون چطور این نقش رو در آورده، چون هم خیلی پیچیده است و هم خیلی زیباست. در این فیلم هر رفت و برگشت زمانی، هر خورد روایتی، هر حرکت دوربینی، هر نمایی و هر دیالوگی در خدمت ایده اصلی فیلم است. من فیلم هجوم از این کارگردان رو خیلی دوست داشتم. میدونم که فیلم جنایت بی‌دقت با فیلم هجوم تفاوت داره و درباره یه موضوع تاریخیه که همین برام خیلی جذابه. من اساساً علاقه‌مند فیلم‌های ایرانی هستم، به خصوص فیلم‌های اسخر فرهادی. بعد از اونم مکری رو شناختم. در دوران کالج هم سینمای ایران رو از طریق فیلم‌های بهرام بیضایی میشناختم. شهرام مکری کارش رو در دنیای سینمای ایران با فیلم طوفان سنجاقک شروع کرد و بعدتر فیلم‌های کوتاه دیگه‌ای مثل محدوده دایره و آن دو سی رو ساخت و بعد هم وارد جهان فیلم بلند شد. اتفاقا از این کارگردان فیلم ماهی و گربه‌اش چند سال پیش در همین دی سی و شهرهای دیگه آمریکا به نمایش در اومد و اتفاقا مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت. پس از پایان فیلم، گاتفری چشایر، منتقد و نویسنده مطرح آمریکایی، به پرسش از شهرام مکری درباره فیلمش پرداخت. چشایر پیش از این سلسله گفتگوهایی با عباس کیارستمی داشته و ظاهراً این روزها علاقمند به سینمای مکری شده است. یکی قصه‌ای که روی پرده سینما می‌بینیم به اسم جنایت بی‌دقت، یکی داستان چهار نفری که میرن سینما رو آتیش می‌زنن. ما یه موقعیت داریم، یه موقعیت بدون داستان که موقعیت تماشاگرش. در بخش‌های مختلف فیلم از بهروز وثوقی، بازیگر ماندگار سینمای ایران، یاد می‌شود. فیلم در واقع یه جور ستایش می‌کنه موقعیت بهروز وثوقی رو، علاوه بر عنوان سوپر استار در این فیلم. سینمای شهرام مکری فرم محور است، اما فرمی که در خدمت مضمون است و مضمونی که مدام مخاطبش را به چالش می‌کشد. آقا چهار تا راستش من خیلی درباره سینما ایران نمیدونم، اما فیلمای مکری رو توی همین سینما در روزهای گذشته دیدم. من دیدن فیلمای غیر معمول رو خیلی دوست دارم. فیلمای مکری با کیفیت بود و صحنه‌هاش رو دوست داشتم. غروب بهاری دی سی، شهری که با نم باران پر شده، و فیلم جنایت بی‌دقت و حضور یک کارگردان جوان در شهر. نیلوفر رستمی، واشنگتن دی سی.